عمر للضلع هو الكسر لعن الله للضلع لعنهم. دوستان امام رو ببینید به کجا رفتن، یکی پس از دیگری شهید شدن و به شهادت رسیدن. امروز هم عده‌ای از اونها که در رأس این نظام بودن در زندانن، به عنوان اینکه میخواستن رژیم را و نظام را عوض کنن. آیا باور کردنی است؟ آیا جناب آقای مهندس موسوی که من 24 سال 25 سال او را میشناسم، خودش رو میشناسم، خانوادش رو میشناسم، نیاکانش رو میشناسم، همه خصوصیات زندگیش رو میدانم، او تصمیم داشت که رژیم را به هم بزند؟ او تصمیم داشت که مردم را کف خیابونها به خاک و خون آغشته کند؟ او تصمیم داشت اموال مردم را به یغما ببرند؟ او تصمیم داشت مغازه ها را بشکنند؟ او تصمیم داشت از بالای جاهای گلوله بزنند و قلب مردم را نشانه بروند؟ من به شما عرض کنم در این نظام مهندس موسوی از نظر تدین و تعهد یا بی نظیر است و یا کم نظیر. هیچ کس حق ندارد مجرمی را عذاب مضاعف کنه. روزنامه‌ای دروغ میگه، رادیویی دروغ میگه، تلویزیونی دروغ میگه، بنده منبری دروغ میگم، بنده روحانی دروغ میگم. خودمونو بهش وابسته نکنیم، حداقل گوش و حرفاش ندیم که مبادا تحت تأثیر قرار بگیریم. رسانه‌ای که صدها نفر را گرفتار بند کرده تازه افتخار میکنه ما اینا را آوردیم، با توهین و تحقیر. این اسلام خیلی خوب، حالا مقاید بازجویی کنی، چرا تحقیر؟ چرا یه لباس خاص؟ چرا با یه وضع خاص؟ اینا اسلامه؟ تنفر خیلی خطرناکه برای حکومتها. امروز تمام تلاش جنایتکاران بر اینه که مردم را ناآگاه نگه دارن، ولذا از کوچکترین آگاهی میترسند، از کوچکترین آگاهی، از اینکه یه نفر با یه نفر تماس بگیره میترسند. وای به حال ملتی که سخن روزشون غیر دردشون باشد. لعن الله عمر للضلع هو الكسر لعن الله للضلع